مهمان داریم. چه مهمانی؟ پدر علم کویرشناسی ایران، یا به روایتی پدر جغرافیای ایران، دکتر پرویز کردوانی. سلام سلام ممنون. سلام سپاسگزار. ممنون. آره قربون شما، در خدمتتونم. الهی که من قربونتون برم. خواهش میکنم. انقدر شیرینین. خواهش میکنم. شما که یه چی بگید. اگه من شیرینم شما عسلید. قربون شما. آره. خیلی ممنونم. در خدمت. من... نه آدم 87 ساله نمیتونه شیرین باشه. آره. 87 سالشونه؟ آره. مرسی. من برای این که... ولی خب فقط بگم 87 سال تو شناسنامه 85 سال اون وقتا جوانا رو میگفتن سربازی میخوام برن قچاق باشن، دو سال کم میگرفتن. پشت قرآن 87، ولی توی شناسنامه ده خواهر من از من یک سال بزرگتر بود، اونو 5 سال بزرگتر گرفتن که زودتر بتونه شوهر کنه. عرض کنم که من شنیدم که شما 8 سال ترک تحصیل کرده بود. بله آره 8 سال. من پدرم بزرگترین مالک گرمسار بود، تو 80 مک داشت، یعنی مادر من رو گرفت. گفته بود وقتی بگیری زن چهارمیش بود، گفتن شما وقتی به زن میدیم یه دنگی این ده رو بخری و یه قلعه بسازی، چون زن چهارمی بود، یه قلعه هم بسازی، قلعه هنوز هم هست، یه دنگی ده رو. خلاصه این بود که بالاخره تو به دنیا آمدیم توی خانه‌ای که توی قلعه بزرگ، و اسم پدر من بلوچ باشه، لقب وقتا سلطنه و دوله میدادن، ولی بزرگ بلوچ، بزرگ این گرمسار. من میگم ما میگم بچه‌های بلوچ باشیم، حسین علی که مراقب بلوک باشه. خلاصه بعد پدر من فوت شد، من کلاس 17 سالم بود، 1328. بعد تا 1328 29 دیپلم گرفتم، بعد از 29 تا 37 تک تحصیل داشتم، موندم به این املاک رسیدم تو 82. بعد خواهر برادرای تنی خودم رو بزرگ کردم، ولی نه اینقدر برادرام خواهرام خوب بودن، نمیخوام بگم بد بودن، ولی رسم بود که پسر بزرگ ول نکنه خواهرش، اینا رو پاشه بره. اینا رو همه رو فرستادم خارج و شوهر دادم. 17 سالگی شدم یه بابا. بعد اینکه 8 سال تک تحصیل، یعنی برای این ترک تحصیل کردین که به اون املاک و اینا به املاک اینا برسم، ضمناً ولم نکنم خواهر برادرم بگن درست. بله. با اینکه برای این بود. بله. همه هم سرزنش میکردن، ولی درس خور نبودین. من شنیدم که مشقاتونو میدادین کسی دیگه مینوشت. آخه نه همین شد. نیست پدر من، ما اول سال اول که به مد آمدیم شد سال کلاس ششم، مدرسه نداشتیم تو دیمون. یه آقا سیدعلی بود، خیلی مرد خوب، مکتب داشت. میرفتیم مکتب. وقتا مردم زیاد درس نمیخوندن، ما 3-4 تا بود میرفتیم مکتب. خیلی هم قشنگ همون سر 3-4 ماه خوندن یاد گرفتیم، نوشتن و اینها. بعد یه سال بعد پدرم تو ده ریکان اولین مدرسه رو تو روستا ساخت، به نام مدرسه داراب ریکان. وقت رفتیم اونجا مدرسه، خب مدرسه مال ما بود و معلم ها همه اینا، پدرم یه خونه هم برای مدیر احتشامی بزرگ. بله. احتشامی هست که میزنه. بله. این جدش معلم ما بود، مدرسه ما رو اون بنیان گذاشت. همین احتشام. علاقه شما به کویرشناسی رو از پدر به ارث؟ پدرم برای که نه، وقتی مادر من رو گرفت گفتن یه دونگ باید بخرینده، جلو یه دونگ کویر بود، نمکزار بود، کویر نمکزار. وقت پدرم خب مالک بود نمیتونست باز، این بود در حدود 40 سال 300 هکتار از این نمکزار رو آباد کرد، کرتبندی میکرد، کرتهای بزرگ آب میبست که این پرنده ها که میرفتن فهم میکرد اینجا دریا دریاچه است. بعد 4 تا باغ و جلو باغ ها تمام کشاورزی و همه چیز بعد اینجا شد، کبیر آباد کرد. من خودم زمانی که پدرم زنده بود قرار بود که برم آمریکا پزشکی بکنم، برای که یه اربابی که تو 80 مکتاش پسرش پزشک باشه بیاد. ولی وقتی پدرم فوت شد گفتم میرم سراغ شغل پدرم. اون عملا کویر آباد کرد، من علمن. آره هم الان تمام میکنم. این شد که یه تون خاک، آره یه تون میخوای قبلش هم تو جیبم بهتون بدم. نه آها آره همین الان تمام میکنم. آره
آره 1342 دکترام که شروع کردم نوشتم که خاک نمیذاشتن. بعد گفتن نمیشه. بعد یه علی قلی اردلان سفیر بود گفتمش بابا یه کسی باباش کبیر آباد کرده میخواد یه تون خاک کبیر بیاره دکتراشو بزنه. بالاخره با تی بی تی تا آلمان از اونجا هم فرستادن با بون آلمان پایتخت آلمان گفتن خاک از ایران رسیده. بعد پروفسور گفت ببین گوش کنید یه کامیون من داد گفت برو بیار گفت برو من با خودم رفتم کامیون کول تو راهن دیدم 17 تا گونی بود یه گونی رو بغل کردم زمین که بغل میکردم ماش میکردم زمین که ماش میکردم گریه میکردم اون راننده آره کتاب کنین کم بزنین بزنین حرف زیاد کم بزنین بزنین حرف زیاد بزنین خلاصه آره بعد آلمانی ها مشاهده دادن به راننده گفتن این دیوانه است گفتم نه من خاک ماش نمی کنم 6 سال وطنم اونیدم وطنم ماش میکنم آره اینجوری شد بالاخره خاک فرستادن که دکتر روش بزنن من سوال میکنم بله بفهم 120,125 تومن کریه شد 705 کیلوگرم خاک از اینجا تا آلمان 1125 تومن کریه شد قبلش تو جیبم الان خب من سوال بعدی رو بپرسم بله بفرمو شما رو گفتن که در آلمان بله روی تخت گذاشتن چرخوندن اگه قبول نداری اینجا اصلا نه همه رو قبول دارم نه روز چرخ نگردم من نمرم نمیدونستم با بالاترین نمره انتخاب شدم شاید اول خب چی نگفتن یه سه چهار روز بعد گفتن بفرمایید رفتیم دیدیم یه کجاوه برای من درست کردن یه چون نمازم میخونم بسم الله الرحمن الرحیم گذاشتن چون بعد از جنگ هم رفتم فقر بود با یه بنز گنده زیر پام بود علامت بنز من پشتش یه کجاوه درست کردن کول کردن اینجوری الان حکس میخواد در میفوید نه 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 آره این هست بعد من کول کردن همکارا با لباس سفید استاد همکاری روشه تو شهر دارن میگردن منو همینجور تو شهر منو گردوندن بله آره خب عرض کنم که اون موقع روزنامه ها هم نوشتن که یه جوان نخبه ایرانی نه اون موقع نوشتن که نوشت نه یه نفر رو نجات داد نه اونو بگی اون خاطره رو بگی نه اون مال آمریکاست آمریکا در وقتی من 1341 بله 1940 که میشه 1961 من مهندس شدم آلمان آدم مسابقه گذاشتن 15 تا آلمانی و یه نفرم خارجی از تمام آلمان یه نفر خارجی ببرن برای 9 ایالت آمریکا 3 ماه مهمانی تصادفی چی شد من قبول شدم تو اینها قبول شدم به هواپیمای دانشجویی هم بردن چقدر مکافات بود خالص مال بردن مین ماساچوست از اونجا از 85 کشور اومده بودن بعد دیگه ماساچوست و نیویورک و پنسیلوانیا و بعد واشنگتن از اینجا دیگه ما رو تو خانواده ها تقسیم کردن اون یکی گفت یکی رفت خانواده خیلی ثروتمند بود با هواپیما بردش کانادا کجا یکی دیگه هم بدشانسی بود در خونه تاجر بود من گفتم دهاتم میخوام برم تو دهات خلاصه رفتیم تو دهات من رفتم چیز توی دهات یه باس داشتم یعنی راهنمای من هر سه روز خانواده منو دعوت میکردن میرفت یه خانواده پزشک بود دامپزشک بود دکتر اسپنگلر بعد گفتم که گفت پریزم نمیتو کردوانی که اصلا نمیتوستم بگن گفتم پلیز اینترودیوس یورسلف خودت من پریزم گفتم پرویز حالا اسمم پرویزه خلاص گفت پرویز گفتم بله گفت من دامپزشکم من صبح 4 صبح میرم شب 11 12 میام با من میای یا خونه پیش زنم گفتم نمیدونم پیش زنت باشم اومدم چی یاد بگیرم باش رفتم زخم معده هم داشتم میرفتی آها اون موقع هنوز آلمان چیز نبود ماشین تو ماشین تلفن نبود که از خونه بتونن بزنن ولی آمریکا بود میرفتیم میگفت جک میگفت بله میگفت فلان جا یه دونه گاو مثلا وحشیه میخوان بگیرن نمیتونن میگفت ساعت 10 بگو میام خلاص همین گاو رو رفتیم همین رفتیم اون گاو بگیریم گاو وحش بود ما از این محلی که از گاو میامد که از این کوچه بره کجا برای شیردوشی ما این تو رفتیم گاو ما رو دید حمله کرد من که بچه داد بودم پریدم دامپزشکم پرید این افتاد روی این چیز روی این صابگاوه صابگاوم چاقو افتاد توی کوچه تنگی نمیشد گاوم افتاد دود روش حالا چه کار کنیم ما زور میدیم نمیشد بالاخره یه دفعه گاو بلند شد دکتر من گفت چی گفتی تو گفتم من چیزی نگفتم نمیدونم چی شد گاوه با این نمیدونم تصادفی شد اینم بلند شد که اولین چیزم گفت مای گلاس عینکش پرش افتاد تو پنبه خلاصه روزنامه نوشتن که اگر این پرشین بوی نبود چند تا دنده همین شکسته بود آره اینجوری بود داستان این بود بله. بس یه چیز بس حماقت همو بگم تو آمریکا اون جالبه مخت خانواده بودم یه کسی بود بعد اونم اسمش جک بود منو می‌خواست ببره زنم نداشت منو ببره بگردونه
داشتیم تو اتوبان میرفتیم حرف زدیم، بعد یک دفعه زد گفتم چیه؟ گفت من معروفم که تو اینجا پرحرفم، تو پرحرفتری و 200 حالا گوش کنیم 200 کیلومتر رفت افتاد تو هایوی، گفت با 150 کیلومتر تا بتونم دور بزنم برگردم. برگشتیم آمدیم و یه جا بود گفت دوی پلای، گفتم چیه؟ گلف بود. من دقاتی که گلف دیدم چیه؟ گفتم چیه؟ گفت باید اینو اینجوری بزنی بره بیافته تو اون سوراخ. گفتم من بلد نیستم، نکم داد گرسان ما اینها نداشتیم که تصادفی زدم افتاد. گفت آه پشتم، همه هم گفتن چقدر کلوره. گفت دو مرتبه اینم نه، اون دفعه تصادفی بود نکردم. این بود من برداشت برد یه جا برای کارخونه. خب من برد توی کارخونه شروع کرد یارو کارخونه، از اون اول که شاسی و دور دونه من چیز کردم، به من اشاره میکرد، من فکر کردم میگه تعریف کن. خب من نمیدونستم اینجا تو ایران ما ماشین فورد معروف بود. من تا که این کار میدم گفتم نه شورولت میگفتم، the Chevrolet is the best car in our country. این به من اشاره میکرد، میفهمم یعنی میگه بازم بگو. باز من هی میگفتم ولی اون بیچاره همینجوری بود، از اینجا برد و تا ماشین بده. آخر که تمام شد گفت آریو کریزی؟ گفتم چی؟ گفت داس فور فورد، این کارخانه فورد بود. گفتم من چه میدونم تو سر من نفهمیدم کارخانه فورد بود که تو صاف منو بردی. منم ایران گرسال کارخانه شولت میشم، نگو تمام مدت من دارم میگم بیچاره هرس میخوره. هی اینجوری میکرد، یعنی میگم نگو، من میگم که بازم بگو. من قدم به قدم هی میگفتم اینجوری آره. مرسی. من سوال کنم؟ با خواهش میکنم آمدی میشه که سوال کنید. آره. چند تا زن داری؟ نه یه دونه دارم، یه دونه دارم فقط. نمیپرسم. ولی پدرم 5 تا داشته. آره من یه دونه. شما ناز پرورده بودین؟ نه اونجوری اصلا نه، ناز پرورده که مثلا مادر من به اصطلاح از کلام جدا بود، پدرم با ما زندگی میکرد. نه فقط بله یا خیر. نه نه ایزی، نه فقط بله یا خیر بگم. پدرم بچه زیاد داشت، آدم سیاسی هم بود، نمیشناخت. من داشتم توی ایوون داشتم درس میخوندم، در تالار رو باز کرد گفت ناصر. من که ناصر نبودم، شروع کردم به درس خوندن، گفتم بخونم که حداقل پدرم اینو داره میخونم. باز گفت ناصر. من هیچ چی گفتم محلش نه، گفتم من داره لابد ناصر کاره. گفت پسر مگه به تو نمیگم؟ گفتم من ناصر نیستم. گفت هر خری هستی پاشو بیا. حالا این ناز میپرورد؟ نه ناز اونجوری نمیپرورد. عرض کنم که من میدونم که آره آقای دکتر، من خبر دارم که یک برنامه بسیار منظم دارن برای زندگی. مثلا این ماها نیستن. خواهش میکنم. 9 شب میخوابم، 11 میخوابم، 3:30 پا میشم. 11 میخوابن 3:30. همه الان گفتن برنامه این برنامه ساعت 11 دیده میشه، چجوری بیار بمونم که 11 تا 11. 11 میخوام تعطیل و غیر تعطیل عید نداری، 11 میخوام 3:30 پا میشم. 3:30 پا میشن، ورزش میکنن. تا 4 ورزش میکنم، ضمن ورزش کردن یه لیوان گندم. بگین دکتر برامون بگین. آره. بله. آره. یه لیوان گندم جوانه زده با آقای طباطبایی که کشاورزمه که مثل دوستم هستم، گفتم برام داری 10 من گندم پاک کرده خانومش. با اون شعبان هم پسر اونم مثل اینا کشاورزم هستم مثل دوستم، اونم در واقع 7 من 8 من جو پاک کرده. من تا حالا گندم خالی گندم درست میکنم، زنم نه میخوره بلد، نه درست، نه میخوره نه درست کنه. آره گندم جوانه قاطی میکنم، 2 تا مش جو، 3 تا مش گندم، بعد نوک زد میخورم. دارم ورزش میکنم، بعد نیم ساعتم طول میکشه. بعد حسابی بجوی. چرا بجوی؟ ببخشید ناچارم بگم، اگه بچه داد باشی اصل براش جلو جو میریزن تون تون میخوره، بعد از تو پنیش میری جو سالم اومد بیرون. پس اگرم میخوری بعد حسابی بجویش. آره بعد بجوی. آره هر روز من صبح یه از 1352 زنم روزنامه نگار بود، با اون یه کسی بود که راجع به همین گندم جوانزنه صحبت میکرد، از 1352 تا حالا یه روزم قطع نشد. حتی من استاد نمونه شدم، من مکه مهمان بردن، آره لطف کردن مهمان بردن، من اونجا 15 روز مکه من گندم جوانزنه میخوردم، هر روز میخوردم بدون استثنا. بعد از که از چه ساعتی کارو شروع میکنین صبح؟ کار از ساعتی از کردم 3:30 تا 4 صبحانه میخوردم. اگه قرار شد برم به گرسال به کارم برسم که میرم، اگه دانشگاه برم نه تقریبا 6 روکم 6:30 دانشگاه هستم. همش دیگه کار 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 تا شب بگیرم بخوام. زنم میگه اصلا خسته نمیشیم؟ خستگی نمیفهم چرا، همش با شوق با عشق بهتون بگم و. همش با عشق با کار. اصلا حق نداره دانشجو سری کلاس من که اصلا تمام میشه بگه استاد خسته نباشید. میخواین الان خانومتون رو صدا بزنم
خودشون تایید کنن حرفاتون رو؟ بله حتما تایید میکنه، برای که میگه موجود عجیبه. میگه من مثلا من صبح اصفهان بودم ساعت 4، من 4 رفتم ماشین اومده دیروز عقب من 5 رو پرواز داشتم، 6 و نیم رفتم اونجا سخنرانی، دیشب من برگشتم صبح بود، 7 و نیم کلاس داشتم رفتم، آمدم خونه فقط یه دوش گرفتم، خواستم لباس عوض کنم، گفت عوض کن، گفتم نمیخوام، همین خوبه. پسرم گفت چروک داره، گفتم بابا من کاری به این ندارم. فقط میگن پیر 70 80 سالش حالا لباسم چروکم داشته باشه عیب نداره. پاشم آمدم همش کار. الان خانم منزل ها؟ باید باشه فردا امشب الان باید باشه. بله آره. باید منزل باشه. آره باشه. تا برنامه‌تون که نمی‌بینی به خاطری که زنگ بزنید چرا؟ هرچند ما می‌خوام سورپرایز کنیم شما رو. و الان تشریف بیارن. نه زن نویسنده ای است با من قشنگ مشغول کار نویسندگی خودشه. نه ما 49 سال امسال آباما میشه اینجا تشریف اینجا آبا... کو فرید اومده کو اینجا 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 بیا اینجا بشین مینا. سلام علیکم. حال شما؟ خوش آمدید. من 49 ساله بخوام اینه طلاق بدم وقت نمی کنم. حالا نه امسال 50 سال میشه، قراره که تلویزیون اینا ازدواج 50 سالی ما رو جشن میگن، یه پس طلاق نمیدیم. چون آقای مدیری نمیشه مساوی، اگه دادگاهتون عادلانه است باید مساوی وقت بدید. من به ایشون همین طی این مدت دراز که میفرمایند میگم همه کاراتو من به عهده میگیرم، شما این وقتو پیدا کنید. وقت پیدا کنید من طلاق شوخی میکنیم. نه این هیچی نیست. بفرمایید. خیلی خوش آمدین. من میشه جریان ازدواج رو بدونم؟ نه یه همین تامیج کوتاش میکنیم که چون نگاه کنید کوتاش. پس میخوام بگم قرار بود که این خانم یه نفر رو معرفی کنه که من نشون بده وقتی می اومدیم با اون خانومی که به من گفت بریم، این خانم گلبو با اون خانم بیشتر آشنا است، دختر اینقدر با سوادی که مدرسه میرفته، معلم گفته انشا نبوده همینجوری میخونده پس بوده. بعد نمیدونم 18 سالگی کتاب نوشته، من دیدم ای. بعد گفت پدرش مولتی میلیونر، مادرش هم مولتی میلیونر، ولی نمیاد سراغ لباس، اونجوری نیست که برای خودش بره لباس مثلا از این بله باز اینا تم نه بی خود پس میگن. تا که شد فردا که آمدم رفتم گفت ایشون گفت بیا دانشکده ادبیات در جنوب باز کن اونجاست. آمد گفت آقای دکتر کردوانی آمدن اینا. من با اون سلام علیک کردم ولی با خودش رفتم دیگه با اون نرفتم. پس در روزم نشستیم پای عقد و خودش هم بهتره. خب به این ترتیب کبوتر بدبختی رو سر ما. حالا نه حالا داستان موقع عقده. نه حالا من یه سوال از خانم بکنم. خانم فریده گلبو از نویسندگان و رمان درجه یکی کشورمون، خواهش میکنم که خب همین اتفاقی که آقای کردوانی فرمودن رو از نگاه شما ببینیم که چجوری بود؟ بذار فقط یه چیزو بگم. ایشون نمیشه وقتی آمدیم خواستگاری آمدن گوش میکنی خب یه مشت ارباب بودن و پزشک. این خانم شروع کرد به حرف زدن، وقتی آمدیم بیرون گفتن آقای دکتر این دختره بگیر، اینقدر با سواده با نصف حرفاش نفهمیدیم اینقدر بوده. حالا گوش کن فلسفه اون روز فلسفه هگل و کانت، بیا ارباب من ارباب گرفتاری هگل چی میفهم چیه؟ این که میگفتن نصف حرفا رو نمیم. از اون تاریخ به بعد من به دانشجوام سر کیک 50 سال میشه دیگه، به دانشجوام میگه خواستگار براتون آمد بگو پدولوژی لیمونولوژی باکتریولوژی، میگن این دختر می چقدر باسواده. بله. ولی نه من باسواده. اجازه بدین که این چیزو از زاویه نگاه شما ببینیم. باشه در خدمت شما از... تعریف کن. والا ایشون اگه اجازه ببین یکی رو با ایشون بگیم حرف نمیشه زن. نه چیکار کن من گرفت من این هگل و من موازم هگل و کانت هم قصه مینویسه، مگه ایشون حضور داره کسی دیگه میتونه حرف بزنه؟ حالا ایشون از 10 روز بود از آلمان اومده بود دل. هنوز چشم و گوشش باز نشد. ما اینو سر ضرب نشوندیم، فرمول درست بود، سر ضرب نشوندیم پای سفره یخ. راست میگه در روز عقد عقد کردیم که خب شما واقعا راضی میخوام بگم. خب من راست دارم میگم. بله بله بله. اولین بار که ایشونو دیدین چه حسی داشتی؟ حس تاجرانه. برآورد کنیم ببینیم خوبه بده. همونجا هم زد در اون سیما. وقتی گفت خانم آقا خانم گل معرفی کن رفت. گفت سیمای زیبایی داره، حالا نمیدونم سیرت زیبایی، از همونجا برای اون زد که واقعا میگم براش زد. اتفاقا
اتفاقا پس از 7-8 سال اون خانم از خونه ما به مستخدم گفت زیبا آقا قرار بود که اینی بگیره، گفت چرا نگرفت. یعنی مثلا به اضافه قیافش خوشگل یه ذره بود، گفت آقا چرا نگرفت. آره اینجوری بود. تو این 50 سال احساس خوشبختی دارین؟ ولی گفتم که همزیستی مفارقت آمیز یاد میدم. منم مرتب تو سخنرانی هر هفته استانا اصولا در مفارقت بدبختی هم نیست، ولی هر شب مفارقت، هر شب شام میرم تو اتاقش میخوریم. شما احساس خوشبختی داری؟ آره والا به خدا آره. چی بگم آدم چی میخواد؟ خب میگین من اصلا نیستم، همش ایشون هم که خب نه همین نمیاد بگه مسجد چرا منو تنها میذاری، مثلا بچه چون دستگلی افتخار میکنه. مثلا من 10 روز نیستم، بچه‌ها خونه با بچه بود، نمیگم مرتو میخوام برم کبیر برم اونجا بفرمایید بر اونجا برید. خب بله میفرمایید. فقط یه چیزی میگم، ببینید به شهادت خودشون جلوی دوربین یگانه زنی که تحمل یه شوهر دانشمند درجه یک آدم بسیار خوبی هم هست، ولی از نظر روابط زناشویی تونسته تحمل کنه و تا اینجا بیاد، فکر میکنم فقط فریده گلبو بوده، اونم به دلیل حرفه خودم. بله. که مشغولیت خیلی زیادی دارم و به شما خودتون میدونید که با یه هنرمند، با یه دانشمند، با یه ورزشکار زندگی زناشویی سخته که بله. در پاره موارد اصلا غیر ممکنه. بله. غیر ممکنه، ولی من این غیر ممکنو خیلی نرم و راحت ممکن کردم. اینم هنر من. همین که در طول این 49 سال یه دعوا ما با هم نکردیم، نداشتیم. اصلا وقت دعوا بود ممکنه امشب دعوامون بشه که با هم نزدیک پلو هم نشستیم، وقت دعوا نداشتیم. یه جایی آقای دکتر گفتن که توی مسابقه من خوشبخت‌ترین مرد دنیا. آره زن خوب، پسر خوب، عروس خوب، داماد، چی میخواد آدم دیگه؟ همشون واقعا خوبن. آره واقعا خوب. آخه بارنت یعنی بچه بد داشته باشه خیلی بده، زن بد داشته باشه خیلی بده، نمیشون نه خیلی راضی. ضمن مثلا خب من نمیتونم سفر، من الان سفر میخوایم با هم بریم، من کویر میرم، نمیتونم زن نویسنده پپری رو بردارم ببرمش تو کویر. وقت اونم چیکار میکنه؟ میخواد بره اینجا شعراست و از این حرفا و فلسفه، منم نمیتونم برم باش. ولی خودش تمام دنیا رو گشته. جوان بودم با دو تا بچه کوچیک، اصلا یه دفعه که تو کویر گم شدن اینا، به کلی هلیکوپتر گشت رفت اینا رو پیدا کرد. من خیلی راحت بله. و آرام دو تا بچه رو نگه داشتم و زندگیمو ادامه دادم. نمیگفت نرو. آره همینه میخوام بگم. میشه مشغول برای خودش. خیلی هستم مثلا میگن شب بریم مثلا آماده پاشیم با هم دیگه بریم بگردیم. یک بار من نگفته پاشیم بریم. من خودم دارم مینویسم. اصلا حوصله این کارا رو نداره. خانم گلبو با برنامه حالا تو به طور معمول زندگی یه ذره عجیبه، با برنامه عجیب زندگی قضایی و نظمی که آیه دکتر دارن و ساعت‌های خوابشون و اینها، چجوری خودتون رو تطبیق دادین؟ ببینید اصلا بیایم جدی حرف بزنیم. میدونم این برنامه برنامه بله. شوخی و تند. الزاماً دو نفر نباید که این هم باشن بله. تا بشه زندگی ادامه پیدا کنه. ما اصلاً فلسفه ازدواج رو به طور کلی در قالب جهان شمول و تاریخ شمول بهش نگاه میکنیم. توجه میفرمایید؟ خب از اول از اون پایه قضیه، بیس قضیه، دو تا آدم، یکی دو جنس مختلف، زن و مرد، از دو خانواده مختلف، در نتیجه فرهنگ مختلف، تحصیل مختلف، سلایق و عقاید و احساسات مختلف، اینا یهو میرن زیر یه سقف، باید با هم زندگی کنن. پس اصولا امر سختیه، ولی حتما جایگزین بهتری نداشته که در تاریخ ماندگار شده، در همه ادیان و فرهنگ ها تایید شده، جایگزین بهتری یقینا نداشته. نمیخوام به عنوان انتقادی بگم، ولی یه امریست که خیلی راحت نیست. توجه میکنید؟ حالا هر کی با فرهنگ خودش کنار میاد، اینی که من چجوری با این مسئله کنار اومدم، یه ضوابطی دارم، یه قوایه اصول و پرنسیبی برای خودم دارم که از اون زاویه دید وقتی به زناشویی یا هر پدیده دیگری نگاه بکنی میشه که بله. کنار بیای دیگه. بله.
من شنیدم که شماره موبایلتون و شماره منزلتون رو به تمام دانشجوها. آره اول میرم پای تخت، همم دارن، شما هم دارید. تو خیابونم اگه کسی با شما برخورد کنه شماره تون رو میدن. بله شماره تون رو اصلا دارن رو سایت موبایل منو دارن، همه دارن. میدونید چرا که انقدر میگه خوشبختم، زن خوب، بچه خوب، اینا اینقدر ما خوب نیستیم؟ این اصولا روحیه مثبتی داره و مثبت اندیش، مثبت بین، همه چیز رو خوب میبینه. بله. خب دیگه حالا چه بهتر. من تلفن میگم مثلا تلفن خونت ندیم، میگم چرا میخوام؟ خب زنگ بزن. خب همین دارم تو دوش میگیرم، من هر شب میخوام دوش میگیرم، البته دوشم البته آب هدر نمیدم و یه لگن گذاشتم اونجا، هر شب آب سرد، من زمستون تابستون آب سرد میگیرم، بعد که خالی میشین این لگن میریزم تو سطل که بعد یه دستشو برای توالت گرم دوشم، دارم حمام میکنم، میگه مرد یه خانومی دانشجوی فوق‌لیسانس دکتریته، میگه تزم اینجوری شد، میگم برو باش بگو اینجوری، باز میاد اینجوری، بعد میگم که مرد خجالت بکش، تو یه پروفسور، من یه نویسنده، خوبش بگو دندن در برو فردا، میگم نه دانشجو بچه منه و که اگه فردا تزش ممکنه دفاع نکنه باید 20,000 تومان 10,000 تومان 100 میلیون یا 10 میلیون باید بریزه. این سختگیری هایی که نسبت به مصرف آب و غیره و محیط زیست سختگیری نمی کنیم؟ نه نه با خانواده هم داشتین همیشه؟ نه خانوم من از من بدتره، اگه بگی سختگیری، من اتفاقا خونم رو میخواستم بسازم، پسرم گفت تو این خونه بزرگی، رفتم 2 سال یه جا اجاره کردم، متو حمام که کردم دیدم نمیتونم شیر ببندم، رفتم دانشگاه، شب اومدم زنم گفت مرد تو آدم واقعی، از امروز صبح رفتی دیشب حمام کردی، این داره شیر داره چکه میکنه. گفتن زن آمدم اینجا کلاس، 3 روز کلاس دارم، نمیتونم، نمیدونم کجا هم هست. ولی پس چیکار کردم؟ که رفتم یه آچار آوردم، حمام که کردم با آچار سفتش کردم، بود تا 3 روز بعد رفتم چیکار کردم؟ رفتم یه کسی پیدا کردم و درست کردم. نه اون مثل من نیست، تو دستشویم یه دونه لگن گذاشتم میشورم، بعد این لگن خالی میکنم توی سطل، اون نمیکنه. البته اتاقامو گفتم به خاطر اینکه اون میخواد متال کنه. حالا دلیل همزیستی مفارقت هم یکی همزیستی همین یکی شاید. بالاخره اولیش ایشون دید، به قول معروف دل دید و پسندید و اسیر شد، بعد همون سختی های زناشویی پیش اومد. من شخصا با فرهنگ فردی خودم اینا رو حل کردم. بله. شاید با یکی دیگه بود یه جور دیگه حل میکردم، یه جور دیگه. بله. مثلا یه چیزی هست که مثلا میگه این میز باید اینجا باشه، من میگم نباید باشه، دو دفعه میگه نشد، محلم نمیذاریم، میریم تو اتاقش، میشینه به نویسنده مینویسه. خب منم میرم دعوانه کرد، میرم ازش یا عذر میخوام یا مثلا میرم میخونم، هیچ هم نمیگه، حق با اون نمیاد، میگه نه تو چرا این کارو نمیکنی، باید اینجوری باید باشه، اصلا اتفاق نیفتاد. بله ایشون خودشون میگن انرژی رو بیخودی مصرف نکنید. بله بله من دو تا سوال دیگه بپرسم، خستتون نکنم؟ نه خواهش میکنم. خسته که نمیشین؟ نه جانم نه، تازه گرم شدم. یکی اینکه وقت برنامه محدوده، یکی اینکه خانم گلبود چند جلد کتاب چاپ شده دارین تا الان؟ آخه یه سری رمان دارم. بله. که رمان ها زیر 20 تا هنوز، چون بله. هنوز تو ارشادم دارم زیر چاپم اینا. 4 تا اثر کلاسیک دارم، 3 تا از چون نظامی شاعر سختیه. بله. من تدریسم کردم، بالاخره یه ایستگاه زمانی زدم، لیلی مجنون و خسرو و شیرین و 7 پیکر نظامی رو به اضافه ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی رو کاملا در قالب رمان، البته نثر بین کلاسیک و مدرن فیکس است ولی میفهمه. بله. یعنی کاملا رمانه. 2 تا مجلد آثار باستانی دارم، 1 کتاب درسی دارم با اونهایی که قبلا چاپ شده، اینا مجموعا زیر 30 تا مجلد. بله. ولی نگفته اینو، مثلا لیلی مجنون چاپ 20مه 19مه. بله. خسرو شیرینش آقای کیارستمی فیلم کرد، فیلم که برندم شد. بله بله. صداریش ایشونه. خانم میلانی نیمه پنهان. بله. هفت پیکرشو مایکل بری معاون یونسکو از پاریس به انگلیسی براش لو تقدیر فرستاد. حالا ایشون منو دعوت نکردن که خودم. بله. از خودم تعریف کنم. ولی ان شاءالله یکی از کتابای دیگه‌م هم سوئیچ میخوره. البته میدونید 1000 مسئله ممکنه پیش بیاد. بله. برای بله. که سوئیچ نخوره، ولی ممکنه که بگم. بله. جادو زندگی پدر منه. آره برای این جادو، حالا کارگردانایی که بعد اسمشون رو میگم میدونید، 10 تا کارگردان بیشتر، یکی این، یکی حکایت روزگار. بله. که جایزه گرفت، جایزه قلم زرین رو گرفت. خیلی کار، نمیدونم چجوریه که رمان‌های من مورد پسند کارگردان. البته شما چون طنز کار میکنید هیچ وقت سراغش، ولی یکیش از تجربه 4 روم
شما میتونید از اون مایه طنزم بردارید و به سبک بله. مهران مدیری درستش بله. کنید. خیلی ممنون که تشریف آوردین. یه جمله عاشقانه به همسرتون بگید. عاشقانه بگم؟ بله. نه اصلا میخوام بگم اون چیزی که همسرم همیشه گفته. ما اینه برها میگه. با عشق ازدواج نکن. با عشق با عقل ازدواج کن بعد عاشق بشو. چون کسی که عاشق میشه کور میشه اصلا. مثلا فرض کن دختری میاد میگه بابا میگه بابا این جوانی که تو میگی این هیچ کار نداره. میگه بابا نگو بابا هر چی بخوای بگی میگه نگو تو نمیدونی. بعدم میگه اگه زنی نشتم میرم خودم میکشم. نه من و این با عقل زن من به قول خودش با عقل ازدواج کردیم حالا عاشق شدیم. خب همون متوجه شدید مرسی. آره پایدار میمونه. حالا به عنوان یه عاشق یه جمله بگید. بله اینی باید اون بگه. بفرد من دعاتیم عاشق ماشه نیم. من رمان‌های عاشقانم سراسر از جملات عاشقانه است. چیزی باقی نمونده خارج از رمان بخوام خرجش کنم. اون تو بخونید پر از عشق به همسر و عشق به پسر و عشق به عروس و عشق به داماد. اینجوری میخوام بگم که خودم خوشبخت از این لحاظ میتونم. بسیار عالی. ضمناً با این سن و سال نه اسیدوریک نه کلسترول نه چربی نه سردرد دندونام مال خودمه. خونی خودم 75 پله با حدود منطقه 120 داره. 120 رو میرم بالا میام. به 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 به. خیلی ممنون که تشریف آوردید. آرزوی سلامتی دارم اول همیشه و درخشش بیشتر و همه ی آرزوهای بزرگ. ما ممنون و از شما ممنون که این نمینه چقدر سخت تو این تهران جایی رفتن. الان میخوام برن چجوری برن. پس شماها میاد که ما رو تشویق میکنین. ما تو این سن و سال هم میگم خستگی اصلا من نمیفهمم. چرا همش اینه. استانا میرم سخنرانی باز همینجوره. الان که این دوست ارجمندم این کاری کرده و در واقع شخصیت برجسته هنری. خوش. آره میریم الان با عشق داریم میریم طرف خونه. دست همسر میریم اصلا آدم صحنه نیستم. هیچ وقت جلو دوربین نمیرم. به خاطر ایشون نه به خاطر من. اگه بخوایم اوریج معدل بگیریم هفته ای 3-4 تا دوربین و خبرنگار و اینا میاد خونم. من خیلی مقاومت میکنم نمیرم. امشب دیگه به خاطر ارادتی که با آقای مدیری داریم به خاطر اینکه نمیشه حرف ایشون رو بگیم نه به هر حال من در طول 50 سال ساعت سومی ما با هم تو تلویزیون با هم نشستیم. خیلی لطف کردین به من که تشریف آوردین و خیلی ممنونم. آره خیلی از شما هم آرزوهای خوب دارم. شما خاطره 50 سال پیش رو زنده کردین. خیلی خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. خیلی لطف کردین. متشکرم. خیلی ممنون. مرسی. خیلی ممنون.